سازمان ملل متحد با چرخشی ناگهانی که آن را نتیجه اظهارات مقامات ایرانی می‌داند، روز دوشنبه دعوت خود از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 در خصوص بحران سوریه را پس گرفت. سخنگوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل: دبیر کل عمیقاً از اظهارات علنی امروز ایران که با تعهد اعلام شده سازگار نیست عمیقاً مایوس است، اما وی از ایران می‌خواهد تا به اجماع جهانی که حامی بیانیه ژنو است بپیوندد. وی تصمیم گرفته است تا نشست یک روزه مونترو بدون مشارکت ایران برگزار شود. حذف ایران از مذاکرات کنفرانس ژنو 2 با استقبال ائتلاف ملی مخالفان سوریه مواجه شده است. ایران حداقل انتظارات لازم برای شرکت در این مذاکرات را برآورده نکرده است و ما از دبیر کل، از جمله به خاطر قبول نامه که احمد ارجربا رئیس ائتلاف ملی فرستاده بود، تشکر می‌کنیم. اعلامیه ژنو 1 برای دولت انتقالی سوریه پیش شرط دولتی بدون بشار اسد را تعیین کرده است، پیش شرطی که ایران روز دوشنبه به صراحت آن را رد کرد. اما آیا می‌توان نقش ایران را نادیده گرفت؟ بحران سوریه بدون دخالت همه بازیگران قابل حل نیست و ایران، چه ما دوست داشته باشیم یا نه، در این بحران بازیگری است عمده و این یک واقعیت است. مخالفان مسلح سوریه و امریکا با دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 شدیداً مخالفت کرده بودند.